بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان محترم تلویزیون نور و علاقمندان برنامه امت، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم در خدمت شما هستیم با تقدیم نمودن یک دیگر از سلسله برنامه های امت. موضوع بحث ما پیرامون جایگاه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است که در این برنامه محترم دکتر محمد الله صخره، دکترا در فقه و قانون، عالم دین، نویسنده، پژوهشگر و همچنان خطیب و مدرس مرکز اسلامی افغانها در ایالت بایرن آلمان که تازه در کشور برگشتند که مهمان ما در این برنامه هستند. اما در نخست گزارش مختصری برنامه آماده نشده است که با هم می‌بینیم. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه در سال 80 هجری در کوفه در خانه ثابت کوفی چشم به جهان گشود. نام اصلیش نعمان، کنیش ابو حنیفه، لقبش امام اعظم بود و زبان مادریش فارسی و از ولایت پروان افغانستان است. در 20 سالگی مصروف تحصیل گردید. از جهت فکر سالم، علم ادب، علم انسان، علم کلام را حاصل کرد. به خاطر فرا گرفتن علم فقه در حلقه درس فقهی آن زمان حضرت امام حماد زانو زد که تقریبا امام صاحب رحمت الله علیه 4000 استاد دارد که مشفقترین و مهربانترین ایشان امام حماد رحمت الله علیه است. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هنگامی که به تدریس مصروف شد و به نشر و اشاعت علوم اسلامی و به ویژه علم فقه پرداخت، 800 تن از فقها، محدثین و صوفیها و مشایخ بزرگ شاگردان او شمرده می شوند. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه به خاطر تدوین فقه و دستورات اسلامی متشکل از 40 نفر فقیه یک مجلس شورا ساخته بود که بعد از چند مدتی به نام فقه حنفی یک مجموعه قوانین و دستورات اسلامی را اساس گذاری کردند که به جامعیت آن مجموعه فقه حنفی گواهی می دهد و در این مدت مسائلی که تصویب شده بود به 12,70,000 بالغ می گردید. تمام علما متفقند که امام صاحب رحمت الله علیه تابعی بود و اینکه از صحابه رضی الله عنه نقل قول کرده یا نه به اثبات رسیده است که نقل قول کرده است. عظمت، عقلانیت، بصیرت، سیاست، تقوا و طهارت امام شهره آفاق بود. امام در طول زندگی خود هیچگاهی با سلاطین ظالم و حکومت‌های استبدادی کنار نیامد و به نفع آنان سخن نگفت. امام فقه بزرگی را بر منهج کتاب الله و سنت رسول الله و عقلانیت تدوین کرد و شاگردان ایشان به نشر و انفاذ آن همت گماشتند. کارنامه بزرگ امام بزرگوار ما در تاریخ امت اسلامی کم نظیر است. سرانجام حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در سال 150 هجری چشم از جهان فروبست و به لقاء رب ذوالجلال پیوست. باز هم به ادامه برنامه خوش آمدید. جناب دکتر صاحب، به ادامه صحبت های شما، همون پرسش نخست که چرا امام ابو حنیفه؟ بله، طوری که شما هم افاده را ارائه داشتین و مهم بود، امام ابو حنیفه در رابطه وقتی که ما اذا صح الحدیث و فهو مذهبی را ما اگر بفهمیم، بعد بسیاری از جوانب شخصیت برای ما معلوم می شود و برملا می شود. بناهن در رابطه با حدیث، دورانی که امام صاحب وجود داشتن دورانی بوده که کافی است که امام مالک رحمت الله علیه می گفته که الحدیث یخرج من المدینه شبرا و یصل الى العراق زراعا. حدیث از مدینه یک بلیست می براید و به عراق یک متر می رسه. یعنی وزاعین وجود داشتن، وضع احادیث میکردن. احمد حنبل، ابن حنبل و یحیی ابن معین میان در مسجد و میبینن که کسی میگوید که وعن احمد ابن حنبل و عن یحیی ابن معین همی قسم روایت میکنه، عنعنه میکند. بعد میگوید که یا هازا انا یحیی ابن معین و هازا احمد ابن حنبل، ما همی قسم، ما یحیی ابن معین است و می احمد ابن حنبل است، دو ائمه حدیث هستیم، همچون روایتی که تو میکنی ما نکردیم. بله، اینا چی کسانی بودن جناب دکتر صاحب؟ کم وضاحت داده شد و بعد پیش بریم. وضاعین حدیث. وضاعین حدیث میاییم سرزی. سرمی بسیار مختصر. بعد این نفر چی میگوید؟ میگوید که ما
در دنیا یک احمد بن حنبل خونیست و یک یحیی بن معین خونیست. یعنی به این معنا اینقدر دیده‌گرا. یک تعدادی از این وزاعین کسانی بودند که عمدن این کار را میکردند. مثلا احادیث زیاتی را در مدح حضرت علی، در تقدیس حضرت علی آنقدر داخل کردند که حضرت علی را یک مقدس پنداشتن. این از چوکات انسانی بیرون کشتن. الوهیت، تعلیه علی، حلول. و هدفشان هم؟ هدفشان یک تعداد از اینا یهودی هایی بودن که داخل شده بودن در دین. اینا میخواستن که اختلاف ایجاد بکنن. یک تعداد دیگر از اینا کسانی بودن که به گفتی سر توماس ارنولد، یعنی اینها کسانی بودن که خون کسرویت که خون مقدس را میپذیرد اون را داخل میکردن در دین اسلام و به همین اساس اینها میگفتن که باید مبدأ وراثت را آنطوری که در نظام کسرویت وجود داشت، در نظام تحریف شده زردشتی وجود داشت، این را میخواستن که در اسلام هم پیاده بسازن. بله. این عواملی شاید متعدده. بله. بعدا انتقام ها، بعدا چیزهای دیگری، تعدادی بودن که کسانی بودن که واقعا حضرت علی به طور منصفانه در کنار از اونا قرار گرفت. مثلا حضرت علی برخواست و آمد و انتقام خونی را که ناحق بچه حضرت عمر، عبیدالله ابن عمر، به خاطر خونخواهی پدرش ریزانده بود و بعضی ایرانی ها یا بعضی فارسی هایی را که ادعای اسلام کرده بودن، اعلان اسلام کرده بودن، کشت، خونخواهی کرد حضرت علی. این باعث شد که تعداد زیاد در کنار حضرت علی بیستند و تا بعدها. خب بالاخره یعنی عوامل مختلف است. ما میریم به بحث خود ما این مسئله. بعدن یعنی همچون وضع حدیث وجود داشته. این باعث میشه که امام ابو حنیفه جدیت را به کار بده. یعنی به این معنا که امام ابو حنیفه وقتی که میگوید که اذا صح الحديث فهو مذهبی، به خاطر اینکه در اینجا وضع حدیث وجود داره، به معنی این هست که امام ابو حنیفه آن سیستمی که برای تصحیح و تخریج احادیث و برای تصحیح احادیث بعدها هم وضع شده، حتما این نیست که قانع کننده امام ابو حنیفه بوده باشه. چرا؟ امام ابو حنیفه در اینجا به مقاصد شرعی زیاد اتکا میکند. فقه عبارت از مقاصد شرعی است. بالاخره دین برای چیست؟ برای صلاح امت هست، برای دین دنیا، صلاح دنیا و فلاح عقبا. امام بابا حنیفه از این خاطر گاهی اوقات میفهمید است که، یعنی اکثر میفهمید که، یعنی آن استنباط و اجتهادی که میکنه در تناغم و در تناسق با مقاصد اصلی شریعت اسلامی هست. و از همین جهت میفهمید است که حدیث هم همیره، رسول کریم صلی الله علیه و آله به خاطر همین آمده و آسانی کردن برای انسان ها. از این خاطر یک سلسله مذهب حنفی دچار اشکالاتی که بعدها شد همی بود که متأخرین مذهب حنفی از آن قواعد تسهیل و تیسیری که ائمه از اینها در آغاز و در بعد وضع کردن دور رفتن و مانند کسانی که کاملا در ظاهرگرایی و در انتساب به سلف خود را مقید کردن، اینها هم در دائره مذهبیت خود را مقید کردن تا سرحدی از این که کاملا یعنی فتاوا به گونه شد که دیگر حرفی هر امام متأخر اولویت پیدا کرد بر حرف امام ابو یوسف و حرف امام ابو یوسف اولویت پیدا کرد فتوای زو بر امام ابو حنیفه. یعنی آن امام ابو حنیفه خردگرا، امام ابو حنیفه متفکر و اندیشمند که بین عقل و نقل توفیق سلیم و توفیق دقیق داده و بسان ابن سینا افراط در تغلیب عقل بر نقل هم نکرده و همچنین یعنی بین خوبی ها و یعنی تمام مذاهب و تمام افکار گرفته. فلهذا فهم امام ابو حنیفه ما را به این میکشاند که ما از یک سلسله ظاهرگرایی دور برویم و ما از تعصبات دور برویم و ما از تکفیر کردن مردم دور برویم و ما فهمی درست و دقیق از قرآن و از سنت داشته باشیم و ما بتوانیم در چوکات قواعد و ضوابط این فقه که در حقیقت تفسیر کننده و تبیین کننده قواعد و ضوابط دین مقدس اسلام هستند و مذاهب دیگری هم در اینجا علاواتی داشتن، ما بتوانیم امت اسلامی را در این تهلکه‌ای که فعلا قرار داره و در این وضع فلاکتباری که ما قرار داریم به سوی یک پیشرفت و به سوی یک شگوفانی ما سوق بدیم. بله. جناب دکتر صاحب، با همه‌ای که شما صحبت کردین که حتی کسایی بودند که احادیث ساختگی داشتن و به نام مثال زندگی که شما گفتین از خود احمد ابن حنبل، چی تضمینی وجود دارد که در فقه امام مثلا رأی و نظر امام دست نخورده باشد؟
و دستکاری های بر رأی و نظر خود امام در بخش فقه صورت نگرفته باشه، یک بخش. بخش دوم، چقدر امروز مثلا همون شیوه هایی که امام در بخش فتوا به کار می برد که شما مثلا گفتین بر مبنای آیات و احادیث متعددی که در بخش سهل و آسانی هست و آسانگیری هست و امام خودش با تأسی به همین اصول میخواست که فتوا بده برای مردم و شیوه های فتوای امام هم همینطور یک چیزی بود، امروز چقدر از این شیوه های امام مثلا استفاده صورت میگیره در بخش خود کسانی که اونا مثلا خودشان وابسته به فقه امام میدارن یا به نظر امام میدانن؟ بله دقیق. اولا که اگر فرضاً تحریفی در فقه، البته تحریف یعنی ما او مفهومی را که تحریف ارائه میکنه و انحراف او را ما مقصود نمیگیریم، یعنی تغییری که اگر فقیه یا فقهای در مذهب حنفی برخلاف قواعد و ضوابط امام ابو حنیفه اینها ایجاد کرده باشند، خطرناک به اندازی تحریف و تغییری که در احادیث اگر وضاعین وضع کردن به اندازی از اون نیست، به خاطر که بالاخره امام ابو حنیفه خودش هم نظرش را نظری الزامی نمیداند، یک اجتهادی است. کل مجتهد مصیب، یعنی مجتهد امکان داره که خطا هم بکند و این ثواب را بگیرد و یعنی مصیب به این معناست که یعنی خطاش هم ثواب گرفته. بالاخره اما وقتی ما بنان ما میتونیم در رابطه با همچه حالت ما یک مصلحت امت را در فتوای از مذهب مالکی دیدیم، مذهب حنفی را ترک بکنیم. مقنن در کشورهای اسلامی مثلا در باب غیاب شوهر وقتی که مجهول هست مذهب مالکی را گرفته که 4 سال هست، اما پس قابل تلافی هست همچه تحریف. اما آن چیزی که نظر خود امام در اینجا اگر جمله معترضه محسوب نشود، خود امام چی گفته در این بخش، در بخش غیابت شوهر؟ خود امام، از امام شخصا ما حرفی به یاد ندارم، اما آن چیزی که من یاد دارم که امام 99 سال. آیا این ممکن است؟ چون ما در گذشته گفتیم که امام بیشتر تلاشش همی بود که در بین عقل و نقل یک نوع توفیق میده. از این جهت این حرفی است که در بعضی فتاوای مذهب نقل شده و معتمد گردیده، یعنی دقیق نیست که حتما امام خودش چنین چیزی را گفته باشه. ما باورمند نیستم. چرا؟ به خاطر از اینکه ما در داخل فقه حنفی ما هم باید مدرسه شگافی بکنیم. همه فتاوایی که از فقه حنفی در مناطق ماوراء النهر که من افغانستان هم و شبه قاره هند هم تقریبا با مدرسه ماوراء النهر، مدرسه بخارا و سمرقند و مشایخ بلخ در مذهب حنفی تقریبا یک آب خور دارن، این کلش بیانگر نمایندگی از فقه امام ابو حنیفه نمی کند. فقه امام ابو حنیفه مدرسه دیگری هم در عراق و شام داشته. ما چرا همچه اقوال را در مابین از اونها انقدر نمیبینیم؟ این خودش یک بحثی هست. یعنی این امر دقیق نیست که حتما خود امام یا 90 ساله گفته باشه یا 99 ساله. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا یعنی با عقلم تقریبا تعلیق به مستحیل است. یعنی تقریبا از امو بابی از امو قضیه میشه. پس بنان ما در اینجا یعنی مصالح امت را در نظر گرفتن و اولا بعد اما تحریفی که در اثر وضع حدیث یا وضاعین حدیث اونها وضع میکنن خطرناک هست. اگر ما مثلا به طور مثال در او گاه اوقات احادیث بیانگر سیرت نبی صلی الله علیه و سلم هستن و نبی کریم صلی الله علیه و سلم گاه اوقات همیشه غزوات داشتن، بنابراین یک حکمی که کرده وقتی که ما نفهمیم دلالت امر را از 13 معنای که اصولیین میگویند در امری که پیغمبر خدا گفته و دلالت نهی را ما اگر نفهمیم و امثالزی اگر نفهمیم که مختص به رسول هست، مختص به هیچ چیز را نفهمیم، بعد فقه گرچه کسانی به خاطر قضیه میگویند که ما فقه حدیث را ایجاد کردیم، فقه حدیث را ایجاد کردیم، گویند که تو میگویند که بله اشکالاتی وجود داره، ما مستغنی هستیم از بعضی عقلانیتی که شما در باب فقه داخل میکنین و در باب فهم احادیث. این بسیار دقیق است. میگن ما فقه حدیث را آوردیم، بنابراین فقه حدیث به معنی اینکه توجیه میکنیم ما احادیث را و بیان میکنیم بدون اینکه آن زحمتی را که شما کشیده باشین که ما با او باورمند نیستیم. اما ما میگیم ببینین فقه حدیث با وصفی که یعنی یک مطلوب هست،
چون ما هم فقه میگوییم که ما فقه حدیث را باید بفهمیم، درایت و روایت را ما بفهمیم، درایت حدیث را، اما بیشتر مبتنی بر چیز هست، بر مباحث الفاظ هست فقه حدیثی که امروز اینها مطرح میکنن، جریان های ظاهرگرای را مطرح میکنن، بیشتر مبتنی بر مباحث الفاظ هست، عقلانیت را از اون قدر دور انداختن برخلاف فهم ائمه از دین. از این جهت ببینین امام مالک، نه تنها امام ابو حنیفه، امام مالک خودش مثلا در قاعده سد ذرائع می رود، سد ذرائع در او می رود، و مثلا در مسئله استحسان می رود، در استحسان می بخشن امام ابو حنیفه، مذهبی ابو حنیفه در استحسان می رود که مخالف قیاس عمل می کنن، با البته با شروطی، و همچنین امام شافعی به سوی استصحاب می رود، به سوی ازی قضا می رود، و امام مالک به سوی مصالح مرسله می رود. کل از اینها چی هستن؟ عقل گرایی و خیرت گرایی هستن. کل از اینها عبارت از مقاصد شرعی هستن تا اینکه امت را به سوی یک نوع آسانی های مطلوب، نه آسانی هایی که یک نوع گریز ایجاد میکنه. جناب دکتر شب، به نامی همین صحبت های شما، در شرایط امروزی با اینکه فقه امام فقه غنی هست، چرا؟ ما قبلا صحبت کردیم نمونه های عینیشه، و حتی امروز در اکثر کشورهایی که جغرافیای به نام جغرافیای اسلام نیستن، مثلا ما نمونه عینیش میتونیم کشور فرانسه را مثال بدیم یا کشورهای دیگر، از فقه امام استفاده میکنه و از نظریات سیاسی امام مثلا اونا استفاده میکنن، و حتی گفتیم از نظریات اقتصادی امام در مسائل بانکداری اینا استفاده میکنن و نظریات غنی در این بخش داشته. چقدر ضرورت میره به تقلید؟ ما مقاله هم در یکی از ماهنامه ها منشور داشتیم به نام از تقلید مذهب تا مذهبی. همون طوری که قبلا عرض کردم که فقه یعنی به طور کلی، یعنی این طور نیست که یعنی حتما، یعنی زن نیست. بله، خب یکی از ویژگی های شمیست که در روز اجتهاد باز است، اما ارتباط عمیق ولی داره با نظام. بله، نظامی باید ایره پیاده بکنه. وقتی که نظام فقه را پیاده کرد، این به عنوان قانون می شود، و وقتی که به عنوان قانون شد، شما به عنوان یک مجتهد ولو که موافق با این نبوده باشین، باید مخالفت نکنین، چون مخالفت با قانون مجاز نیست، مخالفت با قانون اشکال می آفرینه. ببینین یک تعداد کسا یک به عنوان مذهکه سر مذهبی، یکی از اجتهادات مذهبی، یکی از فقهای مذهبی حنفی شاید امام ابن نجیم باشه، در کتاب اشباح و در بحر رایق، در بحر رایق کتاب معتمدی هست، شرح کنز دقایق آمده که اگر کسی از مذهب فرار میکند به خاطر تسهیل 40 درجه زده شود. بله، این موضوع را ما میتونیم که قبول نکنیم، اما این موضوع را به عنوان یک ایراد و به عنوان یک قطع و ذم در مذهب میگیرن، اما این را غافل از این که ظرافت و فطانتی امی فقیه را درک نکردم، که مقصود از این فقیه این هست وقتی که یک مذهب در یک کشور و در یک جغرافیه همون طوری که شما عرض کردین حاکم بوده باشد، حیثیت قانون را دارد، فلهذا فرار مجال دادن برای هر کس که فرار بکنه از یک قانون مذهبی دیگر را انتخاب بکنه، مخصوصا در جانب معاملات، شفعه را مثلا برخلاف برا مفتی حنفی در اونجا هست، مثلا احکام شفعه، احکام غصب، احکام وصیت، احکام مبایعات، امثال زیر از دایره مذهبی حنفی فتوا میده، قانون کشیده، کسی دیگری برود مذهبی دیگری را در اونجا بیارد و فتوا، بعد معاملات مختل شود، معاملات شود مختل شود، فلهذا مستحق مجازات هست. در قانون معاصر امروز شما در چیزی داره به نام دفع به نظام العام به تعبیر عربی، یعنی شما مثلا به طور مثال قانون احوال شخصیه مورد اعتماد هست. بله، مورد اعتماد هست. ما در کشور فرانسه به طور مثال، ما اگر برویم، ما اگر بخواهیم که مثلا قضیه مرتبط شود به میراث و به قضایای ما، ارجاع میکنه قضیه را به قانون تابعیت. قانون تابعیت ما است قانون افغانستان. قانون افغانستان مثلا در قضای میراثی قضا قانون مذهب حنفی را مثلا حاکم کرده، ولی هاذا قاضی فرانسی باید به همین مذهب ما را ارجاع میکنه. اما وقتی که این کار در تضاد با نظام عمومی فرانسه قرار بگیرد، از همین قضیه میگذرد، نظام عمومی خودش را مسلط میسازد. همین قسم ایران میگه مذهب واجب التطبیق، همین قسم همین فقیه هم همچی اجتهادی کرده، از همین ناحیه گفته. بله، ولی هاذا ما تقلید را در چوکات معاملات و در چوکات معاهدات در فقه سیاسی الزامی می دانیم، اما در جانب عبادات الزامی نمی دانیم. بله، این فهم ما است. اما به خاطر اینکه
ما فتنه ایجاد نکرده باشیم در واسط یک جامعه، چون انسان عوامی هم هست که به یک نحوه مشخص نماز خوانده، تو میایی در مابین از اون نماز را به کیفیت میخوانی که او درک ندارد، و تو خودت اگر فقیه باشی و اگر خودت حدیث را خوانده باشی، تو میفهمی که همی کیفیت مختلفی که تو عبادت را ارائه میکنی یا نماز را، آنقدر تأثیر در شریعت و در سنت نبوی نداشته. به خاطر اگر میداشت خلافات به وجود نمی آمد. چرا مسلمان ها در رابطه با رکوع خلاف نکردند؟ چرا در نماز در رابطه با قیام خلاف نکردند؟ چرا در سجود خلاف نشد اما در کیفیت گذاشتن دست امثال از این خلاف شد؟ فلهذا به معنی اینکه تعدد روایاتی هست امثال از این، فلهذا و یا مجالی بری مسامحه وجود داشته، مسامحه وجود داشته از سوی رسول کریم صلی الله علیه و آله، فلهذا یا مندوب بوده مؤکد نبوده امثال از این. وقتی که همچو چیزی هست، تو به خاطر همچو مسئله چرا فتنه را ایجاد میکنی در داخل یک جامعه؟ بله. چرا در داخل یک مسجد میروی؟ ما در اینجا وقتی که تو در داخل یک مسجدی در همچو حالتی همچو آمین بالجهر تو میگویی، در حالی که ما قبول دارم آمنا و سلمنا، ولی این مردم 70 سالش با آمین خفیه سپری کرده، تو چرا وقتی که نیست تو برو امریکا؟ تو چرا همچو حرف همچو کار را بکنی که موجب پراگندگی شود، موجب از این شود که یک نفر پیش خودش بره و سوالات بکنه؟ بله. یک عوام پیش خودش بره و سوالات بکنه، از سوالش سوالها بخیزه. و امثال این قاب منجر به این شده که دیگه نامدن به مسجد نیامدن. بله بله امثال ازی. پس بینم والفتنه تو اشد من القتل، عامل اختلافات در بین مردم شدن. و این را حضرت صحابه هم فهمیدن. ببینیم میای پیش حضرت سعد بن وقاص، مردکه چی میگه؟ میگه که ما باید در مقابل بغات بجنگیم، در مقابل مردم بجنگیم. چرا؟ به خاطر خداوند گفت و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، و بجنگید با اینها تا اینکه فتنه نباشه. حضرت سعد بن وقاص چی میگه؟ میگه قاتلنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی لا تکون فتنه، انکم انما تقاتلون حتی تکون فتنه. ما با رسول کریم صلی الله علیه و سلم یک جا جنگیدیم تا اینکه فتنه نباشه. فهمی ما ای بود، اما شما میجنگید تا اینکه فتنه باشد. فلهذا ما از این ناحیه ما اگر نه بحثی ما اینجا بحثی این نیست که ما خدای نخواسته بگویم که نه، امکان داره حدیثی را که او برادر ما ارائه میکنه امکان داره حدیث قوی تر باشه، قوی تر باشه بله. اما مصلحت این را ایجاب میکند که همچی کار نشود. خب یک بخش دینی ما خودش مصلحت است. بله. و فقه مصلحت برای مردم است. وقتی که ما به ویژگی های دینی ما مراجعه میکنیم تمامش مصلحت است. مثلا آیات احکام وقتی ما متوجه میشیم خداوند میگه به خاطر از اینکه شما زندگی خوبتر داشته باشید. بله. دیگه اختلافات، نزاع، کشمکش ها اینا باید از بین شما برداشته شوه. بله. و اون زمان است که شما متمسک به احکام قرآنی میشوین. خب متاسفانه مشکلات ما داریم. بله. ما رد نمیکنیم مثلا همین آمین بالجهر شاید حدیثش هم قوی تر باشه، صحیح تر باشه، ولی آلی این جامعه افغانی مردم 60 سال خود 50 سالشه وقتی که اینا نماز خوندن با آمین خفیه. پیش از اینکه ما بریم برای مردم اهمیت موضوع را بیان بکنیم، ما میایم مثلا در یک نماز یک فرد از آمین بالجهر میگه و این منجر به یک مشکل بزرگ یا در بزرگ. اولویت وقت بله که در اول وقت بخواد در آخر وقت در بین مردم به وجود میاد. بله. شاید این اهمیتش به او اندازی نیست که مردم اختلاف میکنه. قطعا. بله. ولی متاسفانه این مشکلات هست. امیدوار هستیم که ما دیگه این موضوعات و این حساسیت ها را درک بکنیم و ما کسی نباشیم که عامل اختلاف در بین امت مسلمه شویم. جناب دکتر صاحب پرسش های دیگری در این بخش هست اما متاسفانه وقتی گفتگوی ما به پایان رسیده و از در اخیرم از شما سپاسگزاری میکنیم که دعوت ما را پذیرفتن و در بحث اشتراک کردین. سلامت باشین، لطف کردین. مباحثه و مناقشه منطقی سلیمی هست. بله. و جادلهم بالتی هی احسن و شرایط فعلی و عصر فعلی مباحثه را میپذیره و عصر جمود و تحجر گذشته. بله. و انسان معاصر هیچگاه ایره نمیپذیره، همون طور که انسان قدیم هم ایره نمیپذیرفت. از این جهت وقت تا نگیرم بگم که رسول کریم صلی الله علیه و آله زمانی که رسالتشان را آوردن اتمام حجت کردن بر معاصرینشان از ناحیه نظافت، از ناحیه اخلاق، از ناحیه حقوق و رعایت حقوق، از ناحیه حقوق زن، حقوق زنی که در 14 قرن قبل امام ابو حنیفه میگوید که تفسیر الا ما ظهر منها، یعنی اینکه وجه
و کفین و قدمین عورت نیست. بله. در او زمان و بعد از 14 قرن تو میایی و خودت را حتی منتسب به سوی مذهب امام ابو حنیفه میدانی، با این تفسیر عقلانی نقلانی تو قاعده سد ذرایع را مقدم میشماری. بله. مخالفت و مخالفت میکنی و تو میخواهی که دهان غربی ها را برای سر مسلمان باز بسازی. زوقی مهمیست، سلقی مهمیست، بر مبنای زوق و سلقی خودم پیش میرم، ولی جفای بزرگتری که من نمیگم که از زوق و سلقی شخصی ما است و زوق و سلقی شخصی خود ما را ما به عنوان مبلغ دین از آدرس دین برای مردم تقدیم میکنیم و این بزرگترین جفاست. ما فکر میکنم که برای دوراندیشی دینی ما و مخصوصا برای نظریات فقهی ائمه. سوزا تشکر. بحثی مفیدی بود. بیننده های عزیز، همچنان از شما سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را همراهی کردین. بقیه بخش های برنامه امت لحظات بعد تقدیم شما می شود. همچنان با ما باشید. باز هم به ادامه برنامه خوش آمدید. در این قسمت از برنامه گوشه های از زندگی یک تن از دانشمندان امت اسلامی آمده نشست که با هم می بینیم. زندگی نامه اسطوره تقوا و مجاهدت بدیع الزمان سعید نورسی، یکی از مجددان راستین عرصه بیداری اسلامی. مرحوم بدیع الزمان شیخ سعید نورسی، متفکر، مخلص، متکلم، فقیه، سیاستمدار و عارف برجسته می باشد. زیرا زمانی که نورسی ظهور کرد، ترکیه و جهان اسلام را بحران سخت فرا گرفته بود. جنگ جهانی، سقوط خلافت عثمانی، روی کار آمدن رژیم لائیک، تلاش برای اسلام زدایی و منع هویت اسلامی موجب شده بود که زمینه برای سیطره افکار و اندیشه های سکولاریستی و ضد دینی مهیا شود. زمانی که هر گونه جنبش دینی مارک ارتجایی می‌خورند و علما به پای میز محاکمه می‌رفتند و اندیشمندان دار زده می‌شدند و آموزش‌های دینی ممنوع شده بود و مسلمانان از انجام عبادات انفرادی نیز منع شده بودند. در چنین دوران شخصیت کمر همت بربست و با تمام وجود برای دفاع از موجودیت و کیان اسلام قیام کرد. مقایسه او با سایر اندیشمندان اسلامی حقیقت را بر ملا می‌سازد که وی شخصیت جامع الاطراف بود و نه تنها در یکی از علوم بلکه در همه علوم و همه عمر خود را وقف دفاع از قرآن و اسلام کرده است. پیامبرگونه جز از خدا از کسی مزد و اجرای نخواست و همواره به مال و جاه پشت پا زد، دین را به دنیا نفروخت. بندگیش نه بردگونه بود و نه تاجرانه. او عارفی بود که هدفش بیرون کشیدن گلیم خود از آب بی ایمانی نبود. در میدان اندیشه مجاهد، در عرصه جهاد متفکر، در پارلمان دیدگاه سیاسیش را بر کرسی می نشاند و در میان عشایر سنت های پسندیده را توضیح و در جامعه نکات اخلاقی را بیان می نمود. در روی منبر از وحدت می گفت و وحدت حوزه و دانشگاه را برای اولین بار مطرح و تأسیس دانشگاه الزهرا را در مقابل دانشگاه الازهر پیشنهاد نمود. همزمان متفکری بزرگ، مخلص دینی، رهبر سیاسی، نویسنده استثنایی و سخنور جذاب و فصیح بود و اینکه شمعه کوتاه از زندگی این بزرگ مرد تاریخ را به شما بینندگان گرامی تقدیم می‌داریم. تولد و دوران کودکی. در دامنه کوههای پوشیده از برف و سر به فلک کشیده کردستان، در سپیددم یکی از روزهای سال 1293 هجری قمری، 3 سال قبل از خلافت سلطان عبدالحمید ثانی، در قریه نورس کودکی دیده به جهان گشود که نام او را سعید گذاشتند. خداوند نعمتهای فراوان از جمله پدر و مادری خداپرست و مسلمان را به این نوزاد عطا فرموده بود. پدرش میرزا که مردم به خاطر عبادت و خداپرستی فراوانش او را صوفی میرزا می گفتند و مادرش بانو نوریه نمونه یک مادر مؤمن و فرزند پرور بود. این نوزاد مبارک در همان دوران کودکی دوست داشت با بزرگترها و بزرگان هم نشینی کند و به سخنانشان گوش فرادهد و تمایل به بازیگوشی و هرزگی نداشت و خود به خود مثل بزرگان رفتار میکرد، تا جایی که در همان دوران نوجوانی مدرک علمی دریافت کرد و با بزرگترین علمای زمان خودش رقابت نمود. دریافت گواهی نامه علمی،
در سال 1885 میلادی برای تحصیل در مدرسه ملا امین افندی به بتلیس، از آنجا به مدرسه علوم دینی میرحسن و از آنجا به مدرسه واسیان در گواش و از آنجا هم به مدرسه در منطقه بایزید در ولایت ارزروم رفت و در این مدرسه بود که تعلیمات زیربنایی را آغاز نمود. در مدت 3 ماه در این مدرسه علوم دینی متداول را به پایان رسانید و از دست ملا محمد جلالی گواهی نامه عالمی را دریافت نمود. بعد از چند ماه به ملاقات برادر بزرگترش ملا عبدالله که در شهر شیروان مشغول تحصیل بود رفت. لقب بدیع الزمان. هنوز سن ایشان به 16 سالگی نرسیده بود که در سال 1882 به ماردین رفت و در مسجد جامعه آن شهر تدریس را شروع کرد و به سوالات مسلمانان جواب می داد. در سال 1884 میلادی حسن پاشا والی شهروان از ایشان خواست تا پیش او برود و در آنجا ساکن شود. پیشنهاد او را پذیرفت و رفت و در خانه طاهر پاشا مقیم شد. در این سفر که جناب سعید با عده‌ای از علمای علم جدید مانند شیمی، جغرافیا، فیزیک و غیره ملاقات‌های انجام داد، این احساس او را بران داشت تا سعی کند این علوم را نیز یاد بگیرد. در اندک زمان در علوم ریاضی، نجوم، شیمی، فیزیک، زمینشناسی، فلسفه، تاریخ و جغرافیا ماهر شد، به حدی که بتوانند متخصصین آنها را در مناظرات شکست دهد و حتی درباره آن علوم کتاب هم بنویسد. به همین خاطر لقب بدیع الزمان به او اختصاص داده شد. بعد از آنکه خبر سخنرانی گلادسون وزیر انگلیسی که در پارلمان یک جلد قرآن را بلند کرده و گفته بود تا زمانی که این قرآن در دست مسلمانان باشد ما نمیتوانیم بر آنها حکومت کنیم، لذا ناچاریم این قرآن را از بین برده یا اینکه رابطه مسلمانان را با آن قطع کنیم، به این خاطر با خود عهد نمود که تمام زندگیش را در راه نمایان ساختن عظمت قرآن صرف نماید و عزمش را جزم نمود تا برای خدمت به قرآن یک دانشگاه اسلامی را در شرق آنادولو یعنی کردستان با سبک دانشگاه الازهر مصر به نام الزهرا تأسیس کند. به این منظور در سال 1896 به استانبول رفت و مدت 1.5 سال در خانه یکی از دوستانش اقامت کرد تا طرح خود را به متولیان امر تقدیم کند و میکوشید تا شاید طرح او را تصویب کنند، ولی عاقبت با دست خالی به وان برگشت. در سال 1907 به استانبول برگشت و در هتل شکرچی اقامت گزید و بر سر در منزلش تابلوی نصب کرد با این عنوان که در اینجا هر مشکل حل و به هر سوال جواب داده می شود بدون آنکه از کسی سوال شود. در سال 1910 استانبول را ترک و به وان بازگشت و در آنجا کتاب‌های مناظرات و محاکمات را نوشت که در سال 1913 میلادی در استانبول چاپ شدند. در سال 1911 به قصد دیدار با خواهرش از شام دیدن کرد و در مسجد اموی دمشق به زبان عربی سخنرانی نمود. سال 1957 از راه رسید. بدیع الزمان روز به روز پیرتر و ضعیفتر می شد. در سالهای آخر عمر خود در شهر اسپارتا با شاگردانش زندگی می کرد. در سال 1960 در ماه مارچ بیماریش شدت گرفت. بدیع الزمان خداپرست پس از گذراندن عمری پر از محنت و شکنجه در راه ایمان و اسلام با این جهان ودا گفت و به محبوبی که سالهای سال انتظار دیدنش را داشت پیوست. ایشان پس از خود از متاع دنیوی 1 ساعت، 1 عبا، 1 عمامه و 20 لیره ترکیه را به جا گذاشتند و بدون فرزند از دنیا رفتند، چون که در تمام عمرش ازدواج ننمودند. اما پیام‌های نور را با عنوان خلعت به تمام انسان‌ها و به ویژه مسلمانان هدیه دادند. روحش شاد و راهش پر رهرو باد. شهادت علما درباره بدیع الزمان. عاصم الحسینی او را استاد، پیشوا و قهرمان می‌داند که مرگ از او هراسناک بود. شیخ محمد امین قرداغی او را مجاهد، محمد زاهد او را مجدد قرن 14 هجری و دکتر رمضان بوتی او را نابغه بزرگ می داند و دکتر محسن عبدالحمید نیز او را به عنوان پیشگام اندیشه نوین اسلامی یاد می کنند. و این هم اخبار هفتگی امت است که تقدیم شما می شود. 10 حزب و سازمان اسلامی در جهان اسلام و بیش از 150 تن از علما و فقهای جهان اسلام
اعلام کردند که دکتر محمد مرسی رئیس جمهوری قانونی مصر است و از همه مردم مصر خواستند که برای اسقاط نظام کودتایی و اعاده مشروعیت قیام کنند. اتحادیه‌های اسلام از مفتی مصر و شیخ الازهر به شدت انتقاد کردند که در برابر کشتار مردم مصر و سرنگونی حکومت قانونی خاموش هستند. اتحادیه‌های اسلامی از همه دولت‌های عربی و اسلامی و دیگر سران جهان خواستند که در اسرع وقت به سراغ مردم مصر بیایند، جلو کشتار و ظلم نظام کودتایی را بگیرند و به دموکراسی و اراده مردم در مصر احترام بگذارند. این اتحادیه‌ها نیز از سازمان‌های حقوق بشری خواستند که برای آزادی زندانیان سیاسی و به ویژه علمای اسلامی از زندان‌های سیسی تلاش کنند. در بیانیه این اتحادیه‌ها از مسلمانان جهان و حکومت‌ها خواستند که برای آزادی مردم و شکستن مرزهای دیکتاتوری و کودتاها با وسایل مشروع مبارزه کنند و مقاصد اولیای اسلام را در نظر گیرند. عادل فهمی معاون وزیر دادگستری کودتایی مصر در بخش همکاری‌های بین‌المللی اعلام کرد که برای دومین بار رسما از دولت قطر خواسته است بر اساس حکم قضایی که در حق او صادر شده یوسف قرضاوی حفظه الله را به مصر تحویل دهد، اما تا کنون این کشور پاسخی در این خصوص نداده و درخواست پلیس بین‌الملل را نیز اجابت نکرده است. یکی از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تأکید کرد که تنها راه بازگشت آوارگان فلسطینی به شهر و دیار خود مقاومت است. با گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، عیسی نشار در سخنانی در جریان تجمعی که جنبش حماس مقابل مسجد بازگشت در رفح برگزار کرده بود که صدها نفر در آن شرکت داشتند، بار دیگر بر پایبندی حماس بر حق بازگشت آوارگان تأکید کرد و گفت که حق بازگشت حقی مقدس و غیر قابل چشم پوشی است و تمامی آوارگان دیر یا زود به شهر و دیار خود باز خواهند گشت. نشار اظهار داشت که مقاومت تنها راه تحقق حق بازگشت آوارگان فلسطینی است و آنچه با زور و قدرت غصب شده تنها با توسل به قدرت باز پس گرفته می شود. شرکت کنندگان در این تجمع اسامی اصلی شهرها و روستاهای خود را که در جریان فاجعه اشغال از آن کوچانده شدند در دست داشتند. بیننده های عزیز، تا شهای برنامه ما در همین جا به پایان رسید. سپاسگزاریم از همراهی هر یک شما تا این لحظه. تا برنامه بعد که در خدمت قرار می گیریم، شما را به الله بی نیاز می سپاریم. خدا نگهدار. تهیه شده در تلویزیون نور.